طبق گزارشی تحقیقاتی که توسط یک سازمان خواستار لغو ممنوعیت برقع در هلند انجام شده این قانون به خودی خود منجر به افزایش آزار اذیت فیزیکی و کلامی علیه زنان مسلمان در این کشور شده است بنیاد گزارش اسلام حراسی در هلند از پارلمان این کشور خواسته تا در قانون ممنوعیت برقع در وسایل حمل و نقل عمومی ساختمان های دولتی از جمله بیمارستان ها و مدارس تجدید نظر به عمل آورد و این قانون را یکی از دلایل گسترش اسلام حراسی دانسته است این سازمان در گزارش سالیانه خود نوشت زنان مسلمان چه بدون برقع و پوشیه و چه با آن در معرض اسلام حراسی قرار می گیرند. از زمانی که این قانون به تصیب رسیده است آنها بیشتر در اماکنی که قانون بر آنها حکم فرمانی است مانند مغازه ها و زمین های بازی مورد تعرض قرار می و حتی نیروهای پلیس نیز به طور درستی از مراتب این قانون مطلع نیستند و زنان مسلمان به قابلیت آنان اطمینان نداشته و نمی توانند به آنها اتکا کنند به گفته این بنیاد قانون ذکر شده همچنین باعث خشونت باعث خشونتهای مجازی علیه زنان مسلمان گشته و افراد از آن برای سرکوب زنان و سوء استفاده از شرایط بهره گیری می گیرند و سوء استفاده از شرایط بهره می گیرند سخنگوی این سازمان گفت کودکان بسیاری شاهد نیمی از این حوادث خشونت بودند کودکانی که مادرانشان را هدف پرخاشگری کلامی اظهار نظرها و خشونت نابجا دیدند